سرخط خبرها. درگیری شدید در مرز افغانستان و تاجیکستان. قطعه خاص انتحاری طالبان در قندهار در مرز افغانستان و پاکستان گشت زنی کرد. یک نظامی پیشین در روز آزادی از زندان استخبارات طالبان جان باخت. یک عضو طالبان در بدخشان حدود 4000 جریب زمین مردم را غصب کرده و فروخته است. یک جوان در هرات به قتل رسید. جسد یک زن و دختر 7 سالش در غور پیدا شد. و انفجار بم در خیبر پختونخوا 6 نیروی ارتش پاکستان را کشت. با یاد خدا به مجموعه مهمی این کانال خوش آمدید. یک نظامی پیشین در روز آزادی از زندان استخبارات طالبان جان باخت. منابع میگویند که یک نظامی پیشین پس از آزادی از زندان استخبارات طالبان در کابل جان باخته است. منابع روز یک شنبه 20 جوزا به روزنامه 8 صبح تایید میکنند که دگروال عبدالغیاث 4 روز پیش از زندان طالبان آزاد شد، اما به دلیل زخم‌های ناشی از شکنجه شدید توسط این گروه درگذشت. دگروال عبدالغیاث باشنده اصلی روستای سنگیخان ولسوالی آبشار پنجشیر 2 سال پیش از کابل بازداشت شده بود. منبع میگوید مدتی که نظامی کهنسال پیشین در زندان استخبارات طالبان بوده، این گروه به خانواده‌اش اجازه دیدار با وی را نداده است. دگروال عبدالغیاث در زمان حکومت پیشین در ریاست امنیت ملی ولایت قندوز ایفای وظیفه میکرد. طالبان برخلاف اعلام عفو عمومی از سوی رهبرشان دست به بازداشت، شکنجه و قتل افسران حکومت پیشین میزنند. یک عضو طالبان در بدخشان حدود 4000 جریب زمین مردم را غصب کرده و فروخته است. منابع محلی در بدخشان میگویند که جمعه خان فاتح، ولسوال طالبان برای ولسوالی دروازه در این ولایت، زمین های شخصی مردم را غصب کرده و به افراد و نزدیکانش فروخته است. منابع روز یک شنبه 20 جوزا گفتند که بیشتر از 700 جریب زمین زراعتی و در حدود 3000 زمین علفچر متعلق به باشندگان محل در روستای سنک، بلدا و ریگوار در مربوطات ولسوالی های دروازه ها از سوی این عضو طالبان تبدیل به شهرک شده است. به گفته منابع، جمعه خان فاتح این زمین ها را پس از نقشه برداری تقسیم به نمرات رهایشی کرده و نمره آن را در بدل 50000 افغانی به فروش رسانده است. از سوی دیگر، یکی از باشندگان روستای ریگوار در ولسوالی دروازه ها می گوید که مقام های محلی طالبان به شمول والی این گروه در بدخشان به شکایت مردم رسیدگی نکردند. به گفته او، جمعه خان فاتح پس از آنکه باشندگان محل اعتراض داشتند، دست کم 10 تن از بزرگان و مویسفیدان محل را رتبکوب و زندانی کرده است. او می افزاید که این زمین ها ملکیت مردم بوده که از پدرها برایشان میراث رسیده و چندین سال از بالای آن کشت و زراعت می کنند. همزمان با این، مقام های دادگاه استیناف طالبان در بدخشان می گویند که برای جلوگیری از غصب زمین های شخصی مردم به اداره به ولسوال دروازه ها حکم جلب صادر شده، اما جمعه خان فاتح به دادگاه حاضر نشده است. غصب زمین های مردم توسط طالبان موارد تازه ای نیست. قطعه خاص انتحاری طالبان در قندهار در مرز افغانستان و پاکستان گشت زنی کرد. تلویزیون ملی تحت اداره طالبان روز یک شنبه گزارش داد که قطعه خاص انتحاری پل اردوی 205 البدر طالبان در قندهار تحت رهبری رئیس ارکان این نیروها در امتداد مرز با پاکستان گشت زنی کرده است. این نیروها پس از انجام ماموریت به محل خدمت خود بازگشتند. بر اساس این گزارش، واحد انتحاری بدوی از تحصیلات و نیروهایی که پیش از این در امتداد مرز مستقر شده بودند بازدید و به مسئولان آنها توصیه های ارائه کردند. تلویزیون ملی در قندهار تصاویری از این قطعه انتحاری نیز منتشر کرده است. مرز افغانستان و پاکستان موسم به خط دیورن با دهها کیلومتر مسافت بین خیبر پختونخوا و ولایت قندهار قرار دارد. طالبان سال گذشته گفتند که در حال ساخت 605 کیلومتر جاده و 130 پاسگاه جدید به منظور تقویت امنیت در این ولایت هستند. نیروهای طالبان و پاکستان به دلیل اختلاف بر سر ساخت و ساز در گذرگاه‌های مرزی بارها با هم درگیر شدند. طالبان گفته است که امنیت مرزهای افغانستان را برای جلوگیری از تهدید برای کشورهای همسایه تضمین کرده است.
تاجدین سرور در صفحه اکس خود چینی نگاشته است. منابع محلی در بدخشان: صبح امروز درگیری مرزی میان نیروهای مرزی تاجکستان و افراد مسلح در ولسوالی یابان بدخشان رخ داده که در نتیجه دو تن از این افراد مسلح به نام‌های حسیب الله و خلی کشته شدند. یک جوان در هرات به قتل رسید. منابع محلی در هرات از قتل یک جوان در این ولایت خبر می‌دهند. منابع روز یک شنبه 20 جوزا به روزنامه 8 صبح گفتند که یک جوان روز گذشته در روستای گنچان ولسوالی غوریان هرات توسط چاقو به قتل رسیده است. این جوان به نام محمد شفی 18 سال عمر داشته است. انگیزه این رویداد دشمنی شخصی عنوان شده و عامل آن از صحه فرار کرده است. طالبان در هرات در مورد رویدادهای جنایی به رسانه‌ها چیزی نمی‌گویند. جسد یک زن و دختر 7 ساله در غور پیدا شد. منابع محلی در غور می‌گویند که جسد یک زن و دخترش در این ولایت پیدا شده است. منابع به روزنامه 8 صبح تایید می‌کنند که جسد این دو تن روز شنبه 19 جوزا از روستای آبگرم ولسوالی علایار کشف شده است. این زن و دختر 7 ساله حدود 2 ماه پیش شب هنگام از خانه ایشان در همین روستا ناپدید شده بودند. ربایندگان نخست این دو تن را به قتل رسانده و سپس دفن کردند. تا اکنون عاملان این رویداد و انگیزه آن مشخص نشده است. مسئولان محلی طالبان نیز در این مورد چیزی نگفتند. پس از سلطه طالبان بر کشور، قتل‌های مرموز زنان به گونه بی پیشینه افزایش یافته و نبود نهادهای حقوق زن سبب شده است که پرونده های اینچنین بررسی نشود. انفجار بم در خیبر پختونخوا 6 نیروی ارتش پاکستان را کشت. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که انفجار بم در ایالت خیبر پختونخوا این کشور در نزدیکی مرز افغانستان که موتر حامل نیروهای ارتش را هدف قرار داد 6 کشته بر جا گذاشت. در گزارش رسانه‌های پاکستانی آمده است که موتر حامل نیروهای ارتش پاکستان امروز یک شنبه 20 جوزا در منطقه لکی مروت واقع در ایالت خیبر پختونخوا هدف بمب به کنار جاده‌ای قرار گرفت که بر اثر آن 6 نظامی از جمله یک افسر درجه دار جان باختند. این دومین انفجار که در کمتر از 24 ساعت گذشته در شمال غرب پاکستان رخ می‌دهد. تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار موتر حامل نظامیان پاکستانی را بر عهده نگرفته است. تحریک طالبان پاکستان و داعش خراسان که در این مناطق فعال هستند، بیشتر چنین انفجارهایی را سازماندهی کرده بودند. روز گذشته نیز انفجار بم و تیراندازی در منطقه خیالت خیبر پختونخوا منجر به زخمی شدن چندین نفر از نیروهای مرزی پاکستان شد. سپاس که تا این هم با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.